باشه با ابزارهای کپی از دیتا بعد از اینکه ما با ابزارهای پلان ویو آشنا شدیم حالا میخوام ببینیم که چطور توی پروژه هامون میتونیم از دیدهای مختلفمون کپی بگیریم توی بیشتر پروژه ها ما برای ایجاد بخش های یک پروژه نیاز داریم که از یک دید یا ویو کپی مختلفی رو برای کارهای مختلف بگیریم مثلا توی نرم افزار اتوکد برای خروجی هر طبقه از پلان یا نما ممکنه ما چندین شیت جداگانه داشته باشیم مثل پلان اندازه گذاری طبقه اول پلان مبلمان پلان صقف کازه به طبقه اول یعنی چی یعنی از هر دید ما چند تا کپی میگیریم و روی هر کدوم تنظیمات و ترسیمات خاص خودش رو انجام میدیم اما ما توی نرم افزار رویت نمیتونیم مدل ساختمانی هر طبقه رو به صورت فیزیکی کپی کنیم و کارمون رو ادامه بدیم پس باید ما از همون ویو یک کپی روی خودش بگیریم و توی دید جدید تنظیمات مورد نظر رو روش اعمال کنیم خب برای این کار ما از تب ویو یه قسمت داریم به نام دوپلیکیت ویو که اگر روش کلیک کنیم سه تا گزینه برای ما اینجا قرار داره که هر کدوم داره یک ویژگی هستن خب توی این درس میخوام با هم ویژگی های این ستا گزینه رو بررسی کنیم گزینه اول داپلیکیت ویو هستش که ما با انتخاب این گزینه میتونیم از مدل هامون فقط توی یک دید کپی بگیریم مثلا اگر ما اینجا نوشته ای داشته باشیم و روی گزینه داپلیکیت ویو کلیک کنیم نوشته های ما به دید جدید انتقال پیدا نمی کنن. و همینطور نکته مهم دیگه ای که وجود داره با انتخاب این گزینه یه سری تغییرات مثل مقیاس ویژوال استایل اینها هیچ تأثیری روی دید کپی شده ما ندارن یعنی اگر ما توی دید اصلیمون یه سری تغییرات رو انجام بدیم مثل مقیاس رو روی دید کپی گرفته شده از دید اصلی تاثیری نداره و همینطور برعکس مثلا ما میتونیم یک طبقه رو با این روش کپی بگیریم و توی فایلی که کپی گرفتیم مثلا مبلمان رو قرار بدیم و هر دیدی که ما اضافه میکنیم توی پروجکت براوزر برای ما توی این قسمت قرار میگیره پس ما برای این کار روی گزینه داپلیکیت ویو کلیک میکنیم تا یک کپی از دیده که میخوایم برامون ایجاد بشه خب اگر به دید اصلیمون برگردیم میبینیم که یه سری تغییرات رو به دیده بعدیمون ما, ما نتونستیم منتقل کنیم از قبیل متنای دو بودی که توی دید جدید برای ما انتقال پیدا نکردن همونطور که میبینید و یه سری عناصر دیگر رو مثل این علامت سوال یا این اشکال که اگر دقت کنید توی این دید وجود نداره گزینه بعدی که داریم دوپلیکیت ویس دیتیلینگ هستش که با این گزینه همونطور که از اسمش هم پیداست تمام مدل ما همراه با جزئیات و مت به دید جدیدمون اضافه میشن و دقت کنید که اگر از این گزینه استفاده کنیم مثل دید قبلی تغییراتی مثل مقیاس یا ویژوال استال هیچ تاثیری روی دید کپی شدهمون ندارند و بالعکس میتونیم ازش کپی بگیریم تا اینجا برای ما یک کپی جدید اضافه بشه به این صورت این کپی قبلی بود این کپی جدید هستش گزینه بعدی که داریم از دیپندنت هستش که این گزینه هم باعث میشه که همه عناصر و خطوط اندازه که مثل روش قبلی هست به عنوان یک دید جدید کپی بشن اما یک تفاوتی که با گزینه قبلی داره اینه که این روش به صورت یک زیر مجموعه از دید اصلیمون هستش و در اصل لینک میشه با دید اصلیمون و هر تغییری که ما از لحاظ مقیاس یا ویژوال استار ایجاد کنیم روی دید جدید هم کپی میشه و این دوتا روی همدیگه تاثیر میذارن به صورت مستقیم و وابسته است به دید اصلی پس اینم از این گزینه که اگر روش کلیک کنیم مجددا یک دید جدید به نام دیپندنت اینجا برای ما ایجاد شد پس با بخش دوپلیکیت ویو هم در سربرگ ویو آشنا شدیم